سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. از زمان جدایی از رئال مادرید کریستیانو رونالدو نتوانسته به افتخار قابل ذکر دست یابد. با اعلام باشگاه منچستر یونایتد اوله گونار سولسشر سرمربی نروژی این تیم جدا شد. هواداران بارسا استقبال گرم از ژاوی سرمربی جوان جدید خود در دیدار مقابل اسپانیول داشتند. شکست 4-1 منچستر یونایتد مقابل واتفورد ته جدولی در هفته 12 از رقابت‌های لیگ برتر انگلیس واکنش‌های زیاد را برانگیخت، با طوری که حتی برادر امیر قطر هم به آن واکنش نشان داد و درباره کریستیانو رونالدو و بزرگترین اشتباهی که در دوران حرفه‌ای خود انجام داده است نظر داد. برخی از کارشناسان معتقدند که کریستیانو رونالدو در حال حاضر در شرایط بد در منچستر یونایتد قرار گرفته است، به طوری که تاکتیک‌های اشتباه سولسشر در منچستر یونایتد او را هم پاسوز خود کرده است و رونالدو نمی‌تواند آن طوری که باید و شاید از توانایی‌های خود در جمع شیاطین سرخ استفاده کند. پس از شکست منچستر یونایتد مقابل واتفورد، خلیفه بن حمدلسانی برادر امیر قطر با انتشار توییت نوشت: جدایی از رئال مادرید اشتباه بسیار بزرگ. برادر امیر قطر عکس کریستیانو رونالدو ناراحت در لباس منچستر یونایتد را هم در این توییت قرار داد تا به طور مستقیم منظور خود را برساند. رونالدو در تابستان 2018 رئال مادرید را به مقصد یوونتوس ترک کرد و پس از آن در تابستان 2021 از جمع بیانکنری‌ها جدا شد و راهی منچستر یونایتد شد. آخرین قهرمانی اروپای رونالدو به آخرین فصل حضورش در رئال مادرید برمی‌گردد. نتایج ضعیف و عملکرد نامطلوب یونایتد در فصل جاری در نهایت گریبان اوله گونار سولسشر را گرفت و این سرمربی نروژی بعد از 3 فصل از این تیم جدا شد. شنبه شب و در جلسه اضطراری هیئت مدیره پس از شکست 4-1 این تیم در واتفورد، نتیجه بر آن شد که دیگر امکان همکاری به اوله گونار سولسشر وجود ندارد و زمان قطع همکاری فرا رسیده است. پس امروز باشگاه منچستر یونایتد جدایی اوله گونار سولسشر را تایید کرده و در ادامه اعلام کرد که به دنبال انتخاب یک سرمربی موقت تا پایان فصل است. این باشگاه با وجود خرید بزرگ در فصل تابستان، جدون سانچو، کریستیانو رونالدو و رافائل واران نتایج خوب در فصل جاری در لیگ برتر نگرفته و در هفته‌های اخیر متحمل شکست‌های سنگین شده است. سولسشر در دسامبر 2018 در ابتدا به صورت موقت هدایت این تیم را بر عهده گرفت و در ادامه و بعد از کسب نتایج خوب از جمله غلبه بر پاریس سن ژرمن در لیگ قهرمانان قرارداد دائمی شد. اما این سرمربی نروژی در طول این 3 سال حتی موفق به کسب یک جام هم نشد. فصل گذشته یونایتد تحت هدایت او در لیگ برتر به مقام دوم و در لیگ اروپا به نایب قهرمانی رضایت داد. علیرغم حمایت سر الکس فرگوسن و سران چون ادوارد وارد و ریچارد آرنولد بعد از شکست مقابل لیورپول، در نهایت باخت سنگین مقابل واتفورد پایان کار سولسشر را رقم زد. در بیانیه باشگاه آمده است: اوله گونار سولسشر همیشه یک اسطوره برای باشگاه منچستر یونایتد خواهد بود و ما با کمال تاسف مجبور به انجام این تصمیم سخت شدیم. گرچه شرایط در چند هفته گذشته ناامید کننده بوده، اما نباید تمام کارهایی که سولسشر در طول 3 سال گذشته برای بازسازی پایه‌های موفقیت بلند مدت انجام داده را فراموش کرد. از اوله برای تلاش‌های خستگی ناپذیر به عنوان سرمربی صمیمانه تشکر کرده و بهترین‌ها را برای او در آینده آرزو داریم. جایگاه سولسشر در تاریخ باشگاه نه فقط به خاطر روزهای حضورش در کسوت بازیکن، بلکه به عنوان یک سرمربی بزرگ و مردی که لحظات بسیار خوب را برای ما رقم زد همیشه حفظ خواهد شد. او برای همیشه در اولترافورد به عنوان بخش از خانواده منچستر یونایتد مورد استقبال قرار خواهد گرفت. حالا مایکل کریک هدایت تیم را برای بازی‌های آتی بر عهده خواهد گرفت و باشگاه به دنبال انتخاب یک سرمربی موقت تا پایان فصل است. منچستر یونایتد در ادامه روند ناکامی‌های خود دیروز با 4 گل مقابل واتفورد مغلوب شد تا تقریبا دیگر کس تردید درباره برکناری اوله گونار سولسشر سرمربی نروژی این تیم نداشته باشد. اما در پایان این دیدار و زمانی که هواداران یونایتد مشغول هو کردن سولسشر بودند، برونو فرناندز با آنها اشاره کرد که این ناکامی تقصیر همه بازیکنان است و اینجا فقط سرمربی مقصر نیست. حالا برونو فرناندز در مصاحبه به این موضوع اشاره داشته و مدعی شد یونایتد در نیمه اول دیدار مقابل واتفورد از نظم لازم برخوردار نبوده است. برونو فرناندز گفت: در لیگ برتر فقط یک نیمه خوب بازی کردن کافی نیست. واتفورد تیم خوبی در اختیار دارد، آنها ده هجومی هستند، کیفیت بالایی دارند و اگر به بازیکنان این تیم فرصت بدهید در روز شما باز خواهد شد. ما در بسیاری از بازی‌های خود در این فصل مشکلات مشابه این داشتیم. من فکر می‌کنم نگرش خوب در تیم در نیمه دوم وجود نداشت، اما در نیمه اول همه بازیکنان خیلی شلخته و بدون نظم بازی می‌کردند. ما نه خیلی پرتعداد در مقابل دروازه حریف ضایع شده و نه تکل‌های صحیحی در زمین می‌زدیم. شما باید کیفیت خود را نشان دهید و به همین دلیل است که برای تیم چون منچستر یونایتد بازی می‌کنید. این نتایج تقصیر همه است، نه سرمربی و نه یک بازیکن، بلکه همه مقصر هستند. همه ارکان تیم باید مسئولیت این شکست را بپذیرند و همه باید بهتر عمل کنند. دیوید مویز، لوئیس فان خال، جوزی مورینیو و اوله گونار سولسشر هیچ کدام نتوانستند که خلای سرمربی اسکاتلندی را پر کنند. شیاطین سرخ 7 تا 13 بازی اخیرشان را باختند و در حال حاضر به منطقه سقوط یعنی 11 امتیاز نزدیکتر هستند تا صدرنشینی 12 امتیاز. حالا منچستر یونایتد در میانه فصل به دنبال مربی جدید باشد که فعلا گزینه‌های زیاد مطرح شدهاند. یکی از گزینه‌های منچستر یونایتد آنتونیو کونته بود، اما در نهایت مربی ایتالیایی هدایت تاتنهام را پذیرفت. گزینه بعدی زینتن زیدان است، هرچند که به نظر می‌رسد که مربی فرانسوی سابق رئال مادرید فعلا چراغ سبز نشان نداده است. مایرست و پوشتینو سرمربی پی ای جی و براندن راجر سرمربی لستر سیتی نیز مورد علاقه مدیران یونایتد هستند، اما به نظر می‌رسد که هر دو فعلا به باشگاه‌هایشان تعهد دارند و قصد جدایی ندارند. در چنین شرایط به نظر می‌رسد که یونایتد به گزینه‌های دیگر فکر می‌کند.
خولن لوپیتیکی سرمربی کنونی سویا که تجربه حضور در رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا را دارد و همچنین اریک تن هاگ سرمربی کنونی آژاکس دیگر گزینه‌های شایعتن سرخ هستند. خولن لوپیتیکی سرمربی کنونی سویا که تجربه حضور در رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا را دارد و همچنین اریک تن هاگ سرمربی کنونی آژاکس دیگر گزینه‌های شایعتن سرخ هستند. حضور ژاوی روی نیمکت بارسا اثر قابل توجه روی هواداران این تیم داشته و آنها با وضوح امیدوار به تغییر شرایط با حضور اسطوره این باشگاه در رختکن هستند. 74418 هوادار در اولین بازی او به عنوان سرمربی مقابل اسپانیول در استادیوم نیوکم حاضر شدند که این دومین بازی پرتماشاگر خانگی فصل بارسا پس از ال کلاسیکو بود. در آن دیدار 86422 نفر برای تماشای مسابقه برابر رئال مادرید به استادیوم نیوکمپ آمدند و دیشب با حضور ژاوی آمار نزدیک به ال کلاسیکو ثبت شد. اما جالب اینجاست در آخرین بازی خانگی بارسا مقابل آلاوز با حضور تنها 37378 نفر برگزار شد که جمعیت دیشب تقریبا دو برابر آن دیدار بود. اما فراتر از تعداد هواداران نگرش و رویکرد آنها در جریان مسابقه مقابل اسپانیول نیز جالب و قابل توجه بود. البته در طول فصل نیز هواداران بارسا صبور بوده و از تیم حمایت میکردند، اما این بار هیجان، امید و عزم بزرگ بین آنها برای کسب پیروزی وجود داشت و این روند باعث شد همه چیز برای ژاوی هرناندز در اولین مسابقه خوب پیش برود. اما نقطه عطف این دیدار در همان دقایق ابتدایی رقم خورد. در دقیقه ششم بود که فریادهای متوالی ژاوی از روی سکوهای استادیوم نیوکمپ شنیده شد و هواداران این گونه از سرمربی جدید تیم مورد علاقه خود استقبال کردند. معمولا طرفداران هر تیم درباره اسطوره‌های محبوب صبر و تحمل بیشتری دارند و با توجه به اینکه بی‌تردید ژاوی یکی از بهترین بازیکنان تاریخ بارسا محسوب می‌شود، احتمالا این قاعده در مورد او نیز اجرا خواهد شد. تیم‌های بارسلونا و اسپانیول دیشب در ادامه دیدارهای هفته 14 لالیگا اسپانیا در ورجوی نیوکمپ به مساف هم رفتند که بارسا با نتیجه 1-0 به برتری رسید. ژاوی در نشست خبری پس از بازی گفت: از نتیجه راضی هستم و طبیعی بود که برای حفظ پیروزی سختی بکشیم و تحت فشار قرار بگیریم. کسب برد ساده نیست و امشب اسپانیول در مقطع پایانی بازی عذاب ما داد. نیمه اول عالی بودیم و به خوبی فضاهای خالی را پیدا میکردیم، ولی در نیمه دوم دچار افت شدیم. حمایت هواداران فوق العاده بود و به ما انرژی مضاعف داد. در پایان بازی بازیکنان دیگر توان نداشتند و هرچه بود در زمین گذاشته بودند. ژاوی ادامه داد: مطمئنم که بهتر از اینها بازی خواهیم کرد و این تیم پیشرفت میکند. برای امیدواری به روزهای آینده باید این 3 امتیاز حیاتی را کسب میکردیم. هنوز جا برای کار کردن داریم و این تیم برای بهتر شدن خیلی خیلی باید تلاش کند. شروع کار با پیروزی ولی همه چیز را ساده تر خواهد کرد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.